مرکز آموزشی و فرهنگی خانه دانش در سنگ ماشان مرکز ولسوالی جاغوری افتتاح کردید. این مرکز فرهنگی به هدف تقویت زبان انگلیسی و توسعه برنامه‌های فرهنگی ایجاد شده است. احساسات و عواطف می توانند به صورت لفظی و یا به صورت رسم و رواج‌های مختلف به وجود آیند. در مراسم افتتاحیه خانه دانش بنا به ابتکار مسئول این خانه، جهت انتخاب شخصیت برتر جاغوری از میان این ده چهره، آقای اکرمیاری بر اساس انتخابات آزاد به عنوان شخصیت سال خانه دانش انتخاب گردید. با در نظر داشت برنامه‌های این خانه، قرار است در مورد آقای اکرمیاری و معرفی شخصیت و یک محفل یاری شناسی برگزار گردد. آقای محمد علی حکیمی مسئول این مرکز فرهنگی و آموزشی که در جمع عده از جوانان فرهنگی، دانش آموختگان و فعالین مدنی صحبت میکرد، خواهان همکاری و حمایت آنان از نهادهای فرهنگی و آموزشی خانه دانش شد. ما یک از برنامه‌هایی که گرفتم و یه انجام میدیم با کمک استادایی که دیگه هست و ایسته که هر جمعه این دمی مکان تاپیک کنفرانس دوست. جوانان و فعالین فرهنگی جاغوری ایجاد این مرکز فرهنگی را یک گام نخوانده و ضمن حمایت از این خانه بر تداوم آن تاکید نمودند. شعرا نویسندگان بدون این نمی جد پاتوخ تشکیل بده، بدون از درد یا دیگر رنج یا دیگر و رنج که جامعه امروزی ما متقبل میشن از این درد و رنج در واقع با خبر شوند و بتوانند در واقع از اینجا یک حرکت بسیار بزرگ و خوب را برای بگذارند. خوب است چنین خانه هایی داشته باشیم. نه تنها خانه دانشی که امروز ایجاد شده، بلکه خانه دانش ها نه در مرکز بلکه در بسیاری از مناطق دورافتاده ای که به مرکز چندان دسترسی ندارد و هر یک از مکاتب را تبدیل به خانه دانش بسازیم تا باعث و بانی انتقال تجربیات فرهنگی و خوب گذشتگان برای آیندگان باشد. قرار است در خانه دانش برنامه های شب شعر، داستان خوانی، کنفرانس های علمی و برنامه های دیگر آموزشی روی دست گرفته شود. از توجهتان به این گزارش سپاسگزارم.